اعتصاب بازاریان تهران در حالی 42مین روز خودش رو پشت سر گذاشته که کارگزاران رژیم آخوندی به وضوح درماندگی خودشون رو از بی اثر بودن ترفندهاشون برای شکستن این اعتصاب ابراز میکنن. در حالی که بازار تهران 42مین روز اعتصاب بازار پارچه فروشان را سپری میکند، روز یکشنبه علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی رژیم یک بار دیگر از سر استیصال به پارچه فروشان تا 10 روز دیگر مهلت داد تا برای پرداخت باج حکومتی موسوم به مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. علی عسکری به مقاومت بازاریان در برابر ترفندهای مجلس ارتجاع هم اعتراف کرد و گفت کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست 1 ماه تمدید زمان ثبت نام ارائه کرده، اما 3 دوره این مدت زمان تمدید شده است. عسکری از عدم کارایی ترفند دیگر حکومتی برای اخاذی مالیاتی از پارچه فروشان نیز اعتراف کرد و گفت بر اثر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس و هیئت رئیسی مجلس قرار شد جریمه عمده فروشان پارچه که از سال 88 مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند بخشیده شود و آنها اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند. اما اعتراض‌ها ادامه یافت. این کارگزار رژیم همچنین اعتراف کرد که در تهران عموم مردم حاضر به پرداخت باج به رژیم آخوندی تحت عنوان مالیات نیستند و گفت در استان تهران استقبال از طرح اظهارنامه ها رضایت بخش نبوده است. عسکری افزود به طور کلی در تهران از طرح‌های مالیاتی خوب استقبال نمی شود و در واقع می توان گفت تهرانی ها خوب مالیات نمی دهند. عسکری از ادامه اعتصاب بازاریان عجز و لابه کرد و افزود تا چند روز پیش پارچه فروشان معتقد بودند به دلیل عدم آموزش نمی توانند قانون را اجرا کنند، ولی به تازگی مدعی شدند که باید اجرای قانون 5 سال به تعویق بیفتد. آنها هیچ کدام از توافقات را اجرا نکردند. این کارگزار رژیم تهدید کرد که قانون رژیم باید اجرا شود. یکی از بازاریان گفت وضع اقتصادی ما اصلا در حدی نیست که بتوانیم به چنین اخاذی‌هایی پاسخ مثبت بدهیم. بسیاری از پارچه فروشان درآمدشان از 500 هزار تومان در ماه هم کمتر شده. چگونه می توانند زیر بار چنین مالیات سنگینی بروند و به همین خاطر تا وقتی رژیم کاملا این مالیات را کنار نگذارد اعتصاب ادامه خواهد یافت.